به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بر شما بینندگان گرامی شبکه اصلاح. امروز تقدیم شما برنامه بی‌شرفان 3 را تقدیم می‌نماییم و در این برنامه می‌توانید در مورد بعضی از عملهای خشین و بعضی از عملهای واقعا هم ناپاکی آزاده شمس الله صاحبوف و وزیر معارف کشور و این چنین تهمینه دختر دیگر امام علی رحمانوف تقدیم شما می نماییم و امیدواریم که از دیدن این برنامه که واقعا هم موی بدن انسان راست می شود، ولی ناگزیریم تا اینکه ملت بداند که چه کسان ما را حکومت دارند و چه کسان دولت و ملت و وطن ما را و چنین حالتهای پست می رسانند و این چنین می تواند در مورد آن دخترکانی که گم شده اند و به چه حالت ها آنها کشته می شوند و در رسانه های داخلی آنها را چگونه عنوان می دهند و آنانی که به این جنایت ها دست زدند چند سالی به آنها جزا داده اند، ولی افراد دیگر ملت را می بینیم که برای یک لایت برای آنها 10 سال و 15 سال حکم می برارند. امیدوارم که برنامه را ببینید و خودتان قضاوت کنید. بخش سوم. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بر شما بینندگان گرامی شبکه اصلاح. مقامات درنده کشور هر روزها نوارهای و سخنهای ناسزای نسبت ما و دیگر مخالفان مبارزه که برای آزادی این ملت قد علم کرده و کفنهای خود را در بدن پوشیده در حالت زنده بودن مبارزه برده ایستاده اند شنیده ایستاده ایم، در حالی که الله شاهد است تمام آنچه نسبت ما و نسبت تمام مخالفین حق گوی کشور میگویند همهشان تهمت و دروغ است. به عنوان اصلاح چندین نوارها و نامه ها و معلومات های از افرادی والا مقام کشور میرسند و امروز این نامه ها را تقریبا یک جا نموده و خلاصه آنها را تقدیم شما بینندگان گرامی می نماییم و عنوان این برنامه را گذاشتیم بی‌شرفان را شناسید و استغفار کنید. بخش سوم. برنامه امروز ما در مورد آزاده رحمان است. آزاده رحمان رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت نفر دوم در حکومت تاجیکستان است. وی 3 ینوری سال 1978 در آیله کلخوزچی در دنغره به دنیا آمده است. آیله دار، صاحب 5 فرزند. دختر خردی آزاده از ان همان شهباز رجب زاده می باشد. میوه عشق نامشروع آزاده و شهباز است که داستانهای زیاده از این معاشقت پهن شده است. آنچه را که خودم با چشم سرم دیدم قصه می کنم و الله شاهد است که هیچ تهمت و دروغ در آنچه برایتان اصلاح می نویسم وجود ندارد. من مسلمانم و ایمانی کامل دارم که هیچ چیزی دروغ برایتان تقدیم نکردم. سالهاست که عضو هیئت دسته محافظان آزاده و منزل زیست او می باشم. اینجا درباره آن که در این دسته چند نفر اعضا فعالیت می کند، میسیه این دسته از چی عبارت است، معاش آنها از حساب کدام نهاد دولتی پرداخت می شود و غیره در یگان نوشته های بعدی خواهم گفت و برای شما اصلاح می فرستم، ولی حالا آنچه می نویسم آن را تقدیمی بینندگانتان نماید. چند سال پیش بود که 2 پسر یک کارمندی بلندپایه خدمات امنیتی افغانستان در دانشگاه ملی تاجیکستان در فکلته مالیه و قرض 8 کارپوس تحصیل می کردند. راننده آنها یک افغان دیگر با نام انس زکریا ابن محمد احسن بود که در آن سالها 23 سال سین داشت. از سبب که SS یتیموف و افغانها فروش مواد مخدر را انجام می دهد با آنها رابطه زیچ دارد. از همین سبب بسیار می خواست که آیله امام علی رحمانوف را متهم کند و بر ضد آنها کمپرامت داشته باشد. برای همان به آزاده لوشکا تیار کرد. چه خیلی که گفتیم آزاده را با همان راننده افغان انس شناس کرد. آزاده که خودش را داشته نمیتواند با این جوان پسر رابطه های عاشقانه اش را آغاز کرد و این کار طول یک سال دوام کرد. تابستان سال 2013 یک روز همان جوان در بلند آشیانه های نوی پیش وزارت مدافعه با آزاده رحمان همان کارهای معمولیش را تکرار میکند. از بس که هر دویشان بسیار ویسکی نوشیده بودند نمیدانستند که باز چی پیام و اصولها را به کار برد و انس پیشنهاد میکند که خیلی دوم اسب را پیدا کرده خیمه و تیکه و ریزه کرده در سراخی خوب مقعد آزاده پوف کند. انس گفته است که کیفیتش بیشتر بوده است و همین کار را هم آزاده با او می کند. بعد این کار بسیار هم پست آزاده مریض می شود زیرا که راه عاقب آزاده اینفکسیا می گیرد. آزاده صبح 2 آگوست ساعت 6 صبح سال 2013 با همراهی رجبزاده شهباز که آن سالها شفیارش بود با هواپیمای سامان ایر اول به ترکیه و از آنجا با هواپیمای ایر کانادا به آلمان به خاطر طبابت می رود. در جریان طبابت در همانجا با رجبزاده شهباز دوستی نزدیک می شود چون که شهباز گاه گاه جای بیماریش را با پنجهش مساج می کرده است. از همانجا هر دو با هم خواب و خیز کرده دیگر تقریبا زن و شوهر برین می شود. از این کارها بعداً فتاح سعید خبردار می شود. فتاح سعید یعنی پدری شارخ سعید زاده و وضعیتی به عمل آمده را به رستم می رساند و آن افغان را به مدت 17 سال زندانی می کنند که تا حالا در زندان یک ادای جزا می نماید. حتی از این کارهای آزاده جمالدین شوهرش یعنی همین جمالدین نورالیف معاون اول رئیس بانک ملی تاجیکستان خبردار شده به خصورش امام علی این قضیه را حکایت میکند. اما امام علی جمالدین را نصیحت کرده میگوید که مرد باید به احساسات داده نشود. این گپهای مردم است و یگان اساس ندارد. آزاده کارمند وزارت خارجه است و به چندین دولت ها باید سفر خدمتی کند. در حق تهمینه هم چنین تهمت ها کردند. حاضر حالی یار محمد گل و پسرش چی شد؟ به این گپ ها اهمیت نده بچم. حتی درباره عزیز ما همچنین تهمت ها کردند که با محمد نظر صالحوف میگردد. من اصلا اعتبار نمیدهم این گپ ها را بافته است. باور نکن بچم. من و دیگر همکارانم خوب میدونیم که رجبزاده شهباز حتی با دختری کلانی آزاده که نامش شهنازه میباشد چندین بار زنا کرده است که از این کار خود آزاده آگاهی داشته است. آزاده سالهای 2019 بیگاهی ها به تیتس پایکر با ماشین پرادا لند کروزر با نمرهای دولتی 006 برای خرید می آمد. خرید یک بهانه بود در اصل. در آشیانه های بالایی جای بازی کودکانه یعنی لیمپاپا داشت. وقتی که عائله امام علی به آنجا می آمد مردم عادی را از آشیانه های بالایی بیرون می برآوردند و کودکان این عائله در آنجا دلخوشی می کردند. به فرمان منصور عمرف در این مرکز سودا اتاق مخصوص برای کارهای زنا تیار کرده بودند چون که در آنجا بعضا خود امام علی رحمانوف هم بیوه بازی می کند و در وقت بازی کودکان از فرصت مناسب استفاده برده در آنجا آزاده با یکی دیگر از محافظانش در آنجا به زنا مشغول می شود. وقتی که ما این خبرها را به کمیته امنیت می رساندیم خود منصور عمرف خندیده می گفت آزاده پهلوان زورای پیام‌های خوب می داند. و یکی از کارمندانی که در کمیته دولتی امنیت ملی سابقه بیشتری کاری داشت درباره تخمینه امام علی رحمان خواهر آزاده یک چند معلوماتی را برای ما نیز گفته بود. از جمله درباره آنکه چرا تخمینه را کلیوپاترای تاجیکی میگویند. و گفته این همکار سابقمان تخمینه قبل از رسیدن به سن بلاغت خوب دختریش را بای داده بوده است و از همان سالهای نورسی به حد زینا بسیار میکرده است. مثلا هر وقت که تخمینه به کوچه های شهر میبرامد کدام بچه که به تخمینه پیسند میآمد او را میبرده است. برای تخمینه جوانهای قامت بلند و سبزینه بیشتر پیسند بودند. چون اینها را میدیده است در حال به محافظانش فرمان داده میگفته است که روید بیارید. آنها تمپرامند نی و با آنها زینا میکرد. از این کار تهمینه رستم دادرش 100% آگاهی دارد، برای همین با تهمینه تا حال گپ نمیزند. پلکونیکی گمرک دلری کنگورتی بای فرینتی نوی فتح سعید یعنی پیاندر شاروخ سعید است. دلری کنگورتی روزهای شنبه و یک شنبه با فتح سعید و خوری و با او این عملی قوم لوط را انجام میدهد. از این کار شاهروخ با خبر است و حتی برای پدرش شرایط فراهم می آورد تا این کار را کند. در هتل، مهمانخانه های سیرنا و اسپا حیات اتاق خواب با آب و عرقش تشکیل می کند. فتح سعید با فیروز خال مرادزاده، همان پلکونیک سابق مقامدار آژانسی مبارزه با کروپسیا که مدت 17 سال از آزادی محروم شده است، مناسبت‌های محرمانه بدی داشته است. به قول فتح سعید با فیروز خال مرادوف عاشق شده، او را سخت دوست می‌داشته است. چند بار می‌خواسته است که زندان به خبرگیری رود، اما شاهروخ پسرش به پدرش اجازت نمی‌دهد. محمد یوسف اماموف وزیر معارف و علم به این مردهای کراسافچیک بیشتر پسند می آمده است، مثلا به جاوید براتوف کارمند وزارت کارهای داخلی. اینها رنگ زن و شویند، تنها زکس نکردند و خلاص. امامزاده بیماری گیمرای هم داشته است و یک جا نشستن برایش خیلی دشوار بوده است. در اتاق کاری برایش کت خواب مهیا کردند. ببینید وزیر معارف و علم نیز با چنین بیماری گرفتار است. بیننده گرامی، خانقرادزاده فاتح خلمراد گنرال مایور میلیشیا سردار ریاست کارهای داخلی در نقلیات وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان است. این شخص روزهای استراحتی غریبشا کمپانیا را همان بختیار را به دهچه های ورزا برده خوب ضیافت می دهد. بختیار او را انکدود بسیار گفته طبعش را خوش می کند، مسخره بازی می کند و بعد او زیر پای بختیار می درآمده است. باور کنید این کار را بسیاری از منصبداران نزدیک رحمانوف می کنند که در آینده برایتان آنها را یک به یک حکایت می کنم. منصبداران و شخصان سمداره که با بچه بازی مشغولند اکثریتشان یک نشانی مخصوص دارند، مثلا سالن ماشین هایشان با رنگ سرخ آرایش داده شده است و یا در کرسی های چرمین ماشینشان صورت های خودشان را چاپ کرده اند. شمس الله صاحبوف رئیس شرکت فراز، یکی از دامادهای بشمار امام علی رحمانوف، کارهای را در قلمرو کشور به انجام رسانده ایستاده است که در عقل آدمی راست نمیگیرد. شمس الله صاحبوف از خانه بی‌پرستاران که در کوچه اکادمیک ادهموف 64 شهر دوشنبه جایگیر است، در نزدیکی اشن کودکان 6-7 ساله را گرفته همچون غلام به خارجیان میفروشد، مثلا به پاکستانی، افغانستان، اماراتی متحده عرب، ترکیه و غیره. مقامات امنیتی و ملیسه از این کار نه اینکه با خبرند و چاره نمی بینند، به طور وانمود می کنند که گویا چیزی را نمی دانند، بلکه در این جنایت مدهیش با شمس الله شریک هستند. نخواد کارمندان ملیسه و امنیت کشور با این حد شرف مردی و ایمان و ناموسشان را فروخته باشند. حالا که می بینیم اسماعیل نبیره رحمانوف چطور کیف و صفا کرده ایستاده است. این همه کیف و صفا معلوم است که از همین گونه بیزنس های است که خلق تاجیک را نه تنها غارت بلکه به غلامی برده رسانیده ایستادند. این گپ مخصوص به کارمندان امنیت و وزارت کارهای داخلی دخل دارد. بی‌طرف نباشید. شما یگان بار فکر کرده اید که به جرم و جنایت های وزنین این اولاد یاردم کرده ایستاده اید؟ اکثریت کارمندان مقامات نقض می دانید که سال 2013 حدود صدبرگ در پشت دامی کریستال 2 تا دخترچه دوگانیک 2 سال کافتکاب کردید. یک نوبت تاکسیست های وحدت را برده در عادل نیم کشته کرده، سوم های آنها را کنده اید و من شاهد به واسطه همه این اعمال شما بودم، ولی شما مجبور در سر یگان کمبغل این کار را زده نمی توانستید، چون که اگر به کله گیرد هم جسدها را پیدا کردن نمی توانستید. بعد کودک دزدی در تاجیکستان بسیار تر سر زد. مثلا ماه آگوست سال 2014 آسیا دیلاواروا هر 3 این دخترکان که در بناهای پشت مرکز سودای صدبرگ زندگی میکردند و بعدا دخترچه 7 ساله هنگام از مکتب برگشتن دزدیده شدند. مدت نگذشته اعلان شد که به واسطه کمراهای نظارتی این گروه جنایتکار را دستگیر کردند. در این گروه جنایتکار یک تاکسیست و ساکن 48 ساله شهر دوشنبه مطلوبه احمدووا شامل بودند. احمدووا در نزدیکی مرکز سودای صدبرگ و در محله زرفشان حجره ها را برای مساژ به اجاره گرفته و کودکان دزدیده شده را به آنجا برده، دل و جگرشان را گرفته، جسدهایشان را به زاپارک برده و حیوانهای وحشی میداده است و با آنها طبیبان مرکز جمهوریوی تندرستی غیاثوف شریک بودند. من از حکومتی ها پرسیدنیم که چرا حقیقت این قضیه را با مردم نگفتید؟ چرا تا حال جسد کودکان را یافته و والدانشان ندادید؟ چرا از 3 تا دختر تنها 1 نفرش در محبس و آن هم 13 سال حکم گرفت، 6 سالش را طبق امنیستی کم کردید و سال 2022 به آزادی می براید، 1 سال پس، چون که در پشت همه این کارها شمس الله صاحبوف می ایستد. شما میگوید که تاجیکستان آرامی است، بهشت روی زمین است، اما کودکان مردم مثل آسیه، سبینه و ملیکه در کوچه بازی کردن نمی توانند. شمس الله و آدمانش آمده می دزدند، برده دل و جگرشان را گرفته می فروشند. شما وقتی از آرامی گپ میزنید دخترتان را به دانشگاه روان میکنید، مثل دلفروزی خالمراد یک چشم رستم نرکمند به دختر شما میافتد، فرمان میدهد که روید گرفته بیاریدش و بعد 6 ماه جسد بیجانش را از درون کدام غار پیدا میکنید. و این سخنها مخصوصا به شاپلوزها دخل دارند. وقتی که از امامعلی دفاع میکنید و از صلح گپ میزنید، یک بار فکر این کودکانی که حالا در قید حیات نیستند و پدر و مادر آنها از عقل بیگانه شده خون میخورند کرده اید و فکر آن کودکانی که حالا شیرینی حیات را ندیده به خارج کشور به غلامی فروخته میشوند کرده اید. مخصوصا برای مردم بدخشان گفتنیم که وقتی گروه الفا سال 2012 حمله کرد، من خودم شاهدی این حال بودم. با یکی از خانه ها درش را زده شکسته در آمدیم. از پیشمان یک کودک تقریبا 7 ساله برآمد و آن کودک را با تفنگچه در پیشانیش پرانیده خوراکه هایشان را گرفته برآمده رفتیم. با فرمان یتیموف بیش از 100 دختر زیبای پامری را دزدیده با فرخار آوردیم و به افغانها دادیم. شما در یاد دارید که امامعلی رحمانوف زمینی پامیر را بر عوض 500 میلیون دلار به خیتای فروخت، بعد آن به خاروغ رفته بود. مردم باننگمان و موسی بدخشان سرجمعانه آواز بلند کرد. امامعلی مجبور شد گوش کرد، ولی محض بعد همان خیلا خشمگین شده نقشه بمب‌باران کردن پامیر را کشید و انا همان گنرال عبدالله نظروی کشته شده امنیت را که با منطراف شام 21 ایولی سال 2012 زده کشتن کار دست خود امنیت بود و ما دقیقا میدانیم و لازم باشد جزئیات آن قتل را میتوانم دقیقا تقدیم بینندگان اصلاح نمایم. اما این کار را در سر شما مردم غیور بدخشانی زدند تا که امامعلی قصدش را گیرد و خود امامعلی رحمانوف فرمان داد که تمام مردهای پامری را کشید، زنهایشان را چیکار میخواهید بکنید. و یک سبب دیگرش این بود که تمام توابتخانه های طبیعی منطقه را مثل گرم چشمه از دست شما زده گیرند و دامادهایش دهد و بایگری های طبیعی از قبیل سنگ های قیمت بها را کشیده گیرد. نیاز به شرح ندارد که همه را بگویم که کدام آسایشگاه در دست کدام داماد و کدام کارگاه و کوه های لعل در دست کی و آن را کی اداره می کند. آمارهای دقیق هم از خاروخ تا اشکاشیم داریم و می توانیم آن را پر در اختیار اصلاح قرار دهیم و خوبتر دانید که چی کار دارند در بدخشان. پایان بخش 3. خوب بینندگان گرامی دیدید که این آیله به چه عملهای بد و ناخوش در کشور دست میزنند، ولی باز هم از صلح و آسایشتگی، ولی باز هم از کفیل صلح و نجات دهنده سیاره امامعلی رحمانوف تعریف و توصیف می نمایند. بله بینندگان گرامی، اگر این جنایت های آیله اکتفا داده نشوند، در آینده تقدیم شما بخش های 4، 5، 6 و همین خیل نوارهایی که واقعا با چشم سر آنها را میبینید تقدیمتان مینماییم. با شما بود محمداقبال صدرالدین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.